اسمشو بذارید سینمای پاپکورنی یا هر چیز دیگری، به هر حال این موزیکال پرفروش درباره خانواده وان تراپ عملاً بیشتر از هر فیلم تاریخی دیگری مردم رو سرگرم کرده و مناظر دوست داشتنی و موسیقی زیبا کمک میکنند تا جنبه‌های ضعیف فیلمنامه جبران بشه. این جملات یکی از بزرگترین منتقدان تاریخ سینما بود، لئونارد مالتین. درباره چه فیلمی این جملات رو گفته؟ آوای موسیقی که ما در ایران زمین اون رو به اسم اشک‌ها و لبخندها بیشتر میشناسیم. بدون شک شنیدن این کلمات یعنی اشک‌ها و لبخندها برای بسیاری از شنوندگان و بینندگان امروز سینما مورخ میتونه تداعی کننده خاطرات کودکی و تصاویر زیبا و پرشکوهی باشه. چهره شهر سالزبورگ، صومعه نازی‌ها، یک پرستار مهربان، کاپتانی خشن و جسور، هفت فرزند با استعداد، یک ظرف پر از میوه، یک باغ پر از گل، پرواز پروانه ها، آواز بلبل ها و و و. ما در این قسمت از سینما مورخ به یکی از پرخاطره ترین فیلم های تاریخ سینما علل خصوص برای مردم ایران زمین خواهیم پرداخت، اشک ها و لبخند ها. و سوال، چطور شد که این فیلم پر از موسیقی و با شکوه البته اینقدر در دل چند نسل خودشو جا کرد؟ و سوال بعدی، پشت صحنه این فیلم، داستان ساختش، روند دوبلاژش، اینها چطور اتفاق افتاد؟ ما در دقایق آتی به این سوالات پاسخ خواهیم داد. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا سینما مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول، ماهنامه سینمایی فیلم چاپ شده در اسفند 84، و دوم، مستند صدای موسیقی از واقعیت تا پدیده به کارگردانی مایکل ماتسینو که در 1994 ساخته و پخش شد. حالا بریم در دل داستان. خب اجازه بدید در ابتدا این رو عرض کنم که سناریوی این فیلم تا حدی بر اساس یک داستان واقعیه که برمیگرده به اوایل قرن 20. و چیه داستان؟ ماریا اوگاستا کوچرا که یک فرد اتریشی بود و کودکی بسیار سختی هم داشت، در 18 سالگی درسش تموم میشه، میره صومعه نیورنبرگ در سالزبورگ که اونجا زندگی کنه، کشیشه. اما ماریا انقدر سرکش و شیطون بوده که مادران صومعه بهش میگن که بابا تو این کاره نیستی، تو نمیتونی راهب بشی، از تو راهب در نمیاد. یه کاپیتانی حالا اونجا بوده که به تازگی هم زنشو از دست داده بوده، 6 تا بچه داشته این آقای کاپیتان. یکی از این بچه‌ها درسش ضعیف بوده و اینجوری میشه که ماریای داستان ما میره به این بچه‌ای که درسش ضعیفه کمک کنه، درس یاد بگیره، بهش درس بده، معلم سرخونه. اما کم کم این خانم ماریا از یک معلم سرخونه تبدیل میشه به آدمی که از همه اون 6 تا بچه داشته مراقبت می‌کرده، و این وسط کاپیتان داستان ما هم کم کم دلباخته میشه، از ماریا خوشش میاد، ماریایی که داشت مادری میکرد برای بچه هاش. در نهایت 1928 میلادی این دو با هم ازدواج میکنن و بعد از ازدواج 3 فرزند دیگه هم به دنیا میارن و جمع فرزندان میشه 9. خانواده‌ای که توسط کاپیتان و ماریا تشکیل شد و 9 فرزندی هم که داشتن، بسیار به موسیقی و ساز و آواز ارادت خاصی داشتن، خیلی حال می‌کردن. چه می‌کنن؟ تو کلیسای محل زیر نظر پدر کلیسا، آقایی به نام فرانز وازنر، شروع می‌کنن خوانندگی یاد گرفتن، شروع می‌کنن خوندن، میرن روی استیج، پیشرفت می‌کنن و این پیشرفت به جایی میرسه که صداشون از رادیو پخش میشه. صدر اعظم اتریش اون زمان
صدای این خانواده را و مخصوصا ماریا رو میشنوه، ازشون دعوت میکنه که باریکلا بیاین وین برای ما اجرا کنید، برای خانواده حاکم اجرا کنید، شما خیلی رشد کردید. در نهایت بعد از یک اجرا در جشنواره 1935 میلادی این خانواده و فرزندانشون محبوب میشن. اما یه اتفاق میفته، اتفاقی که ماجرا رو تغییر میده کلن. 1938 میلادی اتریش به آلمان میپیونده و دنیا درگیر جنگ جهانی دوم میشه. اتریش ملحق میشه در واقع به متحدین. حالا نازیهای آلمان چیکار میکردن؟ میگشتن دنبال آدمای توانمند. میرسن به این کاپیتان قصه ما، میگن آقا ما شما رو برای جنگ لازم داریم، پاشو بیا ملحق شو. نمیام و نمیخوام و نمیکنم و اینا مثلا نداریم اینا رو. و کاپیتان قصه ما که بسیار اخلاق محور و انسان دوست بوده میگه آقا من بیا نیستم، مخالفت میکنه. چه میکنه؟ کل خانواده رو برمیداره، با قطار فرار میکنن ایتالیا، از اونجا لندن، بعدم آمریکا. دیگه از آمریکا هم جایی نمیرن، همونجا زندگی میکنن. 16-17 سالی تو آمریکا زندگی میکنن. کارشون هم چی بوده؟ چون پول جدی نداشتن، فرار کرده بودن دیگه، اونم که کاپیتان بوده، کشتی رو که نمیتونسته ببره. کارشون چی بوده اونجا؟ زراعت میکردن در آمریکا و در عین حال از اون استعدادم استفاده میکردن، کار خوانندگی رو دوباره انجام میدن. کم کم حالا در آمریکا به شهرت میرسن. اوضاع داشته خوب پیش میرفته که کاپیتان قصه ما در 1947 میلادی از دنیا میره و مادر خانواده خانم ماریا که رفته بود صومعه کشیش بشه و حالا در آمریکا بود و خواننده، تصمیم میگیره در 1949 میلادی داستان زندگی و خوانندگی خودش و خانواده خودش رو بنویسه و چاپ کنه. این داستان با عنوان داستان خانواده وانتراپ نوشته و چاپ شد. زمانی که کتاب ماریا چاپ میشه دقیقاً دوره‌ای بوده که بهش میگفتن عصر طلایی هالیوود و ژانر موزیکال هم بسیار محبوب شده بود در اون زمان. هنرمندانی مثل رابرت وایز که فیلم داستان وست ساید رو ساخت، یا جین کلی که فیلم آواز در باران رو داشت، با فیلم‌های شاد موزیکالشون اینا این ژانر رو حسابی محبوب کرده بودن. به همین جهت هم تا کتاب ماریا چاپ میشه، کمپانی پارامونت کتابو میخونه، میگه به شعبش میخوره به کارهای موزیکال و من میخوام بسازم از این. اما ماریا امتیاز کتابش رو زودتر از پارامونت فروخته بود به یک شرکت آلمانی و نتیجه چه شد؟ اول در آلمان دو فیلم ساخته شد متأثر از زندگی این خانواده و این کتاب، خانواده وانتراپ، که اسم فیلم‌ها چی بود؟ یکیش بود خانواده وانتراپ 1956 ساخته شد، بعدیش بود خانواده وانتراپ در آمریکا که 1958 ساخته شد. استودیوی باواریا هم ساخت این در واقع کار آخر رو در مونیخ آلمان. کارگردان کارم این دومیه ولف گنگ لیبونینر بود. اینم تو پرانتز عرض کنم، هنوز این کار، خانواده وانتراپ در آمریکا، جزو آثار برتر سینمای آلمانه هنوز. به هر حال اولین اقتباس انگلیسی از این کار در نهایت به وجود میاد. اسم کار چی بوده؟ آوای موسیقی. نویسنده ها کی بودن؟ هاوارد لینزی، راسل کروس. موسیقی کار رو کی ساخت؟ ریچارد راجرز. شاعر کار کی بود؟ اسکار همرستاین. اینها از زوجهای مطرح و خوب تئاتر موزیکال بودن اون زمان. در واقع اولین اقتباس انگلیسی فیلم نبود، یک تئاتر بسیار محبوب بود. این تئاتر رو میان بر اساس فرهنگ آمریکا می‌نویسن، تغییراتی میدن، میبرن روی صحنه و انقدر محبوب میشه این کار که چیزی حدود 1443 بار از 1956 تا 1959 میره رو صحنه. تعداد رو ببینید، 6 جایزه تونی هم برنده میشه. آوای موسیقی. یه نکته رو من بگم، این قسمت پر از اسمای عجیب غریبه، اگر احیانا بنده درست تلفظ نکردم شما بر من ببخشید. خب همونطور که عرض کردم هنوز پارامونت نساخته بود و از ابتدا هم دنبالش بود که بسازه. سعی هم میکرد نسخه انگلیسی فیلم خودش بسازه. چه کرد؟ دوباره سعی کرد امتیاز کار رو بخره، امتیاز کتاب رو در واقع بخره. اما دو مشکل اساسی وجود داشت. یک، میخواست آدری هپبورن بازی کنه کار رو که آدری نمیتونست، میگفت آقا من نمیرسم الان، بازی نمیکنم. و دو که یه جورای مهمترم بود، تامین بودجهش کار راحتی نبود. نتیجه نشد که بشه، قسمت نبود. چه
اتفاقی افتاد. 1960 میلادی فاکس قرن 20 اومد حقوق ساخت فیلمو خرید. با جاش حقوق ساخت فیلم از کتابی که نوشته شده بود رو از خانواده بانترپ خرید. چند خرید؟ 1,250,000 دلار این حق رو خرید. و جالبه، داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که تازگی ها توی فاکس کلئوپاترا ساخته شده بود، فروشش هم خیلی کم بود، یعنی فیلم موفقی نبود، کمر فاکس شکست، یعنی بیچاره شده بود به لحاظ مالی. نتیجه کمپانی فاکس در واقع با تمام قوا اومده بود تو میدون، هر چی داشت قمار کرده بود. انگار تو فکرش واقعا این بود که آقا میریم یا میسازیم موفق میشیم یا کلن ورشکست میشیم، در رو میبندیم خونه. وقتی فاکس میاد کار رو دست میگیره، اول از همه میره به ویلیام وایلر، در واقع پیشنهاد میده که بیاد کار کنه. کی بود وایلر اون زمان؟ بالاخره چند تا اسکار برده بود، کارگردان بنهور بود، آدم بزرگی بود. میگه آقای وایلر تشریف بیارید این فیلمو بسازید. آقای ویلیام همون اول که بهش پیشنهاد میشه زغ زده میشه، حال میکنه. چه میکنه؟ پا میشه با ارنست لیمن که نویسنده کار بود، داشت فیلمنامه رو مینوشت بر اساس کتاب ماریا و البته بر اساس نمایشنامه هاوارد لینزی و راسل کرو که عرض کردم رفتن اجرا موفق بودن، داشت بر اساس اینا فیلمنامه رو مینوشت. آقای وایلر دست آقای ارنست لیمن نویسنده رو میگیره، با هم میرن اتریش. چه میکنن؟ چند تا عکس میگیرن و یه سری استوری بورد طراحی میکنن که بر اساس اون بیان فیلمو بسازن و آقای وایلر حالا کارگردانی کنه. اما از اونجایی که فیلم در مورد نازی‌ها و جنگ جهانی دوم بوده، وایلر انقدر پیازداغ جنگو زیاد میکنه که اصلا یادش میره که فیلم موزیکال قربونت به این بپرداز. و صدای فاکس تایید کننده در میاد که آقای وایلر قربونت، ما اومدیم موزیکال بسازیم، گرفتاری مالیمون حل شه، تو کلا رفتی به سمت جنگ جهانی قربونت. یه فیلم موزیکال اصلا چرا اینقدر باید جنگش زیاد باشه؟ تانک چی میگه وسط فیلم موزیکال؟ آقای ویلیام وایلر بهش بر میخوره، بالاخره آدم بزرگی هم بوده. و یهو یه روز میاد میگه که آقا من اصلا شنواییم ضعیفه، زیاد نمیشنوم، خوب نمیشنوم، در واقع به درد کار موزیکال نمیخورم قربونتون، ما را به خیر، شما را به سلامت، مهرم حلال، جونم آزاد. وسط دعوای وایلر و فاکس، میسازم نمیسازم، ارنست لیمن که قبلا فیلمنامه داستان وست سایدم نوشته بود، از اونور با رابرت وایز کارگردان کار هم کرده بود، یواشکی میاد یه نسخه از فیلمنامه رو برمیداره میفرسته برای رفیقش وایز، کارگردانی که قبلا باش کار کرده بود. حالا این رابرت وایز کیه؟ از کله گنده های تدوین ایشون اون زمان، در واقع زمانی که این دربارش صحبت میکنیم، که فیلم همشهری کین ایشون تدوین کرده بود و البته کارگردان هم بود، تو ژانر علمی تخیلی و وحشت و بیشتر در واقع تو این فضاها فیلمی ساخت رابرت وایز اون زمان، و اوایل دهه 60 میلادی هم یه فیلم موزیکال ساخته بود. کدوم فیلمو میگم؟ همین داستان وست ساید که یه عالمه جایزه گرفته بود، از جمله بهترین کارگردانی رو گرفته بود. نتیجه آقای وایز یه آدم معروف و توانمند بود برای خودش، در واقع خوراک کار موزیکال بود اگر میخواستیم انتخاب بکنیم یه کارگردان رو. در نهایت یه نسخه فیلمنامه رو میفرسته این بنده خدا برای وایز، وایز میخونه، یه خود فکر میکنه و جالبه همون موقع هم برنامه‌اش این بوده که یه فیلم شروع کنه به ساخت، اما از کار خوشش میاد، فاکس هم میاد باش مذاکره میکنه، فیلمی که میخواسته بسازه رو میندازه عقب، میاد این کار رو دست میگیره و قرارداد رو میبنده. از اونور کمپانی فاکس هم کم نمیذاره انصافا، 8 میلیون دلار اون موقع میذاره وسط، میگه بساز حالشو ببری. بریم سراغ بازیگرا. وقتی رابرت وایز بیاد سر کار همه چی عوض میشه نسبت به زمان وایلر. خب نگاهش هم متفاوت بوده. اول از همه برای نقش اصلی یعنی ماریا میره سراغ کی؟ جولی اندروز. و این جولی اندروز از کجا پیدا میکنه؟ یه تئاتر موزیکالی سال 1957 اجرا رفته بوده به اسم سیندرلا، خب خیلی هم معروف اسمش. آقای وایز این خانم جولی اندروز رو اونجا دیده بوده، تو اون تئاتر دیده بوده، گرچه این خانم در اون تئاتر بسیار معروف شده بود و روی صحنه کار موزیکال هم بسیار معروف بود، توانمند، و تا حدی هم معروف شد که دعوت شد بیاد بانوی زیبای من رو بازی کنه توی هالیوود. اما اون موقع آدری هپورن طبیعتا ایشون اومد
هر کی میومد کنار گذاشته میشد. کار منطقی هم بود. هپورن هم زیباییش زبان زد بود، هم معروفیتش خیلی بیشتر بود در سینما اون زمان، در سینما هم در هالیوود. به هر حال آقای کارگردان میره به جولی اندروز پیشنهاد میده که میگه همچین فیلم، میگه بیا بازی کن. این همزمان بوده، یعنی پیشنهاد این کار همزمان بوده با فیلم مری پاپینز، داشته فیلم مری پاپینز رو بازی میکرده در دیزنی. رابرت وایس چیکار میکنه؟ قبل از اینکه پیشنهاد قطعی رو بده میره سر صحنه این فیلم، چند تا از صحنه های بازی این خانم رو میبینه. ملی من که نویسنده بوده، فیلمنامه نویس همین کار اشک و لبخندها بوده، میگه این خود ماریاس هستن، تمام شد، بریم باش صحبت کنیم. گرچه اینم غافل نشیم، نقش جولی اندروز در آوای موسیقی یا همون اشک و لبخندها بیشباهت به نقشی که داشتیم بنده خدا تو همون فیلم دیزنی بازی میکرد نبود. همون فیلم مری پاپینز خیلی بیشباهت نبود وقتی با این نگاه بهش نگاه بکنیم. چرا؟ یک، اینکه هر دوی این فیلم‌ها موزیکال بودن، و دوم و مهمتر هر دوی کاراکترها پرستار کودک بودن، نتیجه شبیه هم بودند. خب بریم سراغ نقش بعدی، نقش کاپیتان. شرکت فاکس یعنی تهیه کننده کار خیلی دوست داشت بینگ کراسبی بیاد نقش کاپیتان رو بازی کنه. هم خوش صدا بود به هر حال، و هم برای فیلم راه خودم را میروم 1944 اسکار گرفته بود این بازیگر. اما چند تا مشکل وجود داشت. یک، اینکه برنامه کاری کراسبی پر بود، وقت نداشت بیاد بازی کنه. دو، سبک خوانندگی کراسبی با سبکی که قرار بود توی این فیلم موسیقی ها اجرا بشه کلا فرق میکرد، نتیجه بیخیال میشن کراسبی رو، میگن آقا نمیشه دیگه. تصمیم میگیرن نقش رو بدن به کی؟ کریستوفر پلامر. پیشنهاد میکنم به پلامر. و این آقای پلامر هم خوشگل بود، هم خوشتیپ بود، از هنر سررشته داشت. و یه نکته هم داشت، اون موقع ها کریستوفر پلامر رو کمتر کسی در سینما میشناخت. چرا؟ بیشتر کار تئاتر میکرد، اونم تو کانادا و بریتانیا. اغلبم تو آثار اقتباسی شکسپیر کار میکرد، از هملت بگیر شما تا مکبس بازی کرده ایشون تو کارنامش داشته. تو این حوزه بسیار آدم توانمندی بود و روی صحنه خیلی بلد بود مدیریت کنه خودش رو، نقشش رو و کارش رو. در نهایت این کار بهش پیشنهاد میشه، و زمانی که نقش کاپیتان رو بهش پیشنهاد میکنن اول میگه برو بابا، چی میگی این لوس بازی ها چی، من هملت، مکبس یا موزیکال برقصم بخونم؟ برو بابا. ضمن این که اصلا حال نمیکنم با این مدل کارا. میگن آقا چهار خط بخون، بخونه. میگه اصلا این متن آهنگاتونم لوسه، شعرها بیمن، نه آقا حال نمی کنم. ولی یه اتفاقی میفته، میگن شما فیلمنامه رو کامل بخون. میدم بهش، کامل میخونه، شعرها به کنار، کامل میخونه فیلمنامه رو، و میگه عجب چیزیه. نظرش کلا عوض میشه و قرارداد رو امضا میکنه. اینم نقش کاپیتان. برسیم به جای سخت کار، در واقع جای سخت کار در انتخاب بازیگر. گفتیم خانواده وانتراپ 9 تا بچه داشتن، تو فیلم 7 تا بچه داشتن، یعنی این یکی از تفاوت‌های در واقع کتاب و فیلمه. بالای 1000 تا کودک نوجوان و بچه و 6 سال تا 16 سال در واقع میان تست میدن برای نقش بچه‌هاش. کار سختی و چقدر طولانی. و چیش جالبه، همه این 1000 نفری که اومدن حدوداً هر کدومشون به نوعی پیش زمینه موسیقی و رقص و آواز باید میداشتن و داشتن، این کارو سخت‌تر میکرد. و نقشش چجوری انتخاب شد؟ دختر بزرگ خانواده رو اگر یادتون باشه یه کاراکتر خاصی هم داشت، یکی از دوستای چارمین که این نقش رو بازی کرد و اون زمان دانشجوی فلسفه بود و جالب تجربه این کارام نداشت، برای خرج و مخارج دانشگاهش تو صنعت مد و مدلینگ بوده، کلا یه پولی در می آورده. دوستش میاد یواشکی عکسای چارمین رو میفرسته برای فاکس، میگه آقا من کاندید نقش لیزل هستم، یا تو این بچه‌ها میخوام باشم، حالا کدوم نمیدونم. آقای وایز کارگردان عکسو میبینه، از همون اول به دلش میشینه، میگه بگید این بیا تست بده، به نظر خوبه. میاد تست میده و برای نقش لیزل قبول میشه، انتخاب میشه این نقش. گرچه این خانم چارمین توی خانواده هنرمندی کلن به دنیا اومده بود، بزرگ شده بود. چرا؟ از همه مهمتر مادرش مثلا جزو رقصنده ها و بازیگران هالیوود بود. اینم جالبه تو پرانتز بگم، برای این نقش لیزل حتی شارون تیت هم میاد تست میده. در واقع آدم های زیادی واقعا میان تست میدن، ولی به هر حال قرعه به نام ایشون افتاد. در نهایت این بچه اول خانواده رو گفتیم، سایر بچه ها هم از اون 1000 نفر کم کم گزینش میشن،
انتخاب میشن و تقریبا میشه گفت بازیگرها در واقع خانواده آمادن، و اما الباقی بازیگرها چطور انتخاب شدن عرض میکنم. خب بازیگران خانواده که پیدا شدن تکلیفشون روشن شد. قبل از اینکه باقی بازیگران رو بگم یه نکته ای رو بگم. کمپانی فاکس خیلی دوست داشت با گریس کلی معروف کار کنه. کیه این گریس کلی؟ احتمالاً فیلم گرفتن یک دزد و پنجره عقبی هیچکاک رو به یاد دارید. با بازی ایشون بسیار معروف بود. بهش پیشنهاد هم میشه، یعنی یه بار بهش پیشنهاد میدم بیا نقش ماریا رو اصلا بازی کن، نقش اول رو، دفعه دومم پیشنهاد میدم بیا بارونس رو بازی کن. اما خانم کلی دیگه اون موقع با شاهزاده موناکو ازدواج کرده بود، برای خودش کسی شده بود، بازیگری رو گذاشته بود کنار، یعنی به هیچ وجه قبول نمی‌کرد در فیلمی بازی کنه، مخصوصا این فیلم مثلا. اینم نکته جالبی بود از پشت صحنه نقشا. به هر حال آقای وایز کارگردان برای نقش بعدیش النور پارکر رو در نظر گرفته بود. سه بار کاندید اسکار شده بود تا اون زمان پارکر. وایز هم بسیار بهش اعتقاد داشت، معتقد بود استعدادش بی‌نظیره، تو ژانرهای مختلفم بازی کرده بود. وایز هم پیگیر کاراش بود، میگفت این خود کار. نتیجه نقش بارونس رو پیشنهاد دادن به پارکر و ایشون هم قبول کرد و به این شکل بازیگر بعدی هم به کار اضافه شد. برای نقش مکس دتوایلر هم که رفیق فابریک کاپیتان بود در فیلم، کمپانی فاکس میخواست رکس هریسون بیاد این کار رو بازی کنه. بهش پیشنهاد میشه اما ایشون رد میکنه. نتیجه این نقش میرسه به کی؟ به یک کمدین بزرگ، ریچارد هیدن. و کی بود این هیدن؟ از صداپیشه‌های دیزنی بود و اگر از کارهاش بخوایم مثال بزنیم، قطعا شما شخصیت هزار پا رو در آلیس در سرزمین عجایب به یاد دارید. بعد از انتخاب بازیگرها تمرینای رقص و آواز شروع شد تو استودیوی فاکس. 6 هفته همه بازیگرا کلن تمرین رقص و آواز داشتن. جولی اندروز و کریستوفر پلامر تو این مدت گیتار هم یاد میگیرن، چون بعد گیتار میزدن تو کار دیگه، گیتار بلد نبودن، تو 6 هفته یاد میگیرن گیتار رو. البته ناگفته نمونه پلامر خوانندگی هم شروع میکنه که تو مراحل دوبله و بعد از تولید از صدای خودش استفاده کنن. ضمن اینکه پلامر واقعا صدای خوبی هم داشت، اما از اونجایی که تو فیلم باید صدای پلامر خیلی حرفه‌ای تر از اندروز باشه که چه اتفاقی بیفته، عملاً ماریا باید جذب صدای کاپیتان میشد دیگه. این مهم بوده که جنس صدا و جذابیت چطور باشه. پلامر باید خیلی رو صداش کار میکرده و این کارم میکنه، اما در نهایت به این نتیجه میرسن که آقا کار در نیومده، صدای پلامر اونی که میخوایم نشده و بیل لی خواننده معروف دیزنی میاد در مراحل دوبله جای پلامر میخونه که کار در بیاد خوبم میخوام. بریم سراغ لباس ها. در حین تمرین عوامل طراحی لباس هم کلید میخوره عملا. وایز کارگردان میره سراغ کی؟ دروتی جیکنز که بیا لباسای این کار رو طراحی کن. و جیکنز چه میکنه؟ میاد طراحی میکنه، اما چطور این کار رو میکنه؟ این مهمه. میاد از تاریخ وام میگیره، جالبه، در واقع از لباس ها و عکس های خانوادگی وانترپ واقعی میاد وام میگیره و البته از مردم هومه اتریش، و بر اساس هر کاراکتر یه لباس خاص طراحی میکنه که بسیار هم موفق بود. و نتیجه چه شد؟ یک بار دیگه جیکنز برای طراحی لباس این فیلم کاندیدای اسکار شد. در نهایت بعد از تمرین‌های فراوان رقص و آواز همه عوامل، زمان فیلم برداری فرا میرسه. بعد از 6 هفته تمرین، اولین سکانس این فیلم 26 مارس 1964 میلادی در استودیوی فاکس فیلم برداری میشه. و کدوم سکانس بوده اولین سکانس؟ اون سکانسی که شب اول خدمتکار خونه وانتراپ برای ماریا پارچه میاره که ماریا برای خودش پارچه بدوزه. سکانس نسبتاً معروفی هم هست. بعد از این سکانس هم اولین آهنگ
آهنگو فیلم برداری میکنن، اولین آهنگ کار رو کدوم آهنگو عرض میکنم؟ چیزهای مورد علاقه من که ما تو فارسی بهش میگیم چیزهای دلخواه من. این همون آهنگی است که تو اتاق ماریا با بچه ها خونده شد و فیلم برداری میشه عملا. و این نکته مهم داشته، این اولین سکانس آهنگی بوده دیگه، و اون حالا اون سکانس قبلی مهمترش همین سکانس آهنگ باعث میشه یخ عوامل آب بشه، بازیگرا مخصوصا با هم رفیق‌تر بشن، کار در ادامه جذاب‌تر بشه. در واقع اندروز با همه بچه‌هاش در فیلم رفیق میشه. بعد از فیلم برداری این دو سکانسی که عرض کردم، همه عوامل جمع میکنن، پا میشن میرن کجا؟ سالزبورگ اتریش، که چه کنن؟ طبق برنامه تو 20 روز سکانس های اتریش رو کلن بگیرن بیان. اما تا پاشون میرسه اونجا هوا انقدر سرد بوده که تقریبا همهشون سرما میخورن، اصلا گرفتار. اینم از خاطرات باحال پشت صحنه است. همه میافتن، حالا بهتر میشن، بلند میشن. اولین سکانسی که تو اتریش فیلم برداری میشه چیه؟ سکانس ازدواج ماریا و کاپیتانه، که جولی اندروز بعدن تو یکی از مصاحبه‌هاش میگه، میگه لباسی که برام طراحی کرده بودن خب کاملا پوشیده بود، بدنمو میپوشوند، ولی انقدر نازک بود بیچاره شدم از سرما. و یکی دیگه از مشکلات اساسی که کلا تو سالزبورگ گروه باش درگیر بود، کلن توی اتریش بحث بارون بود. در واقع اون گرفتاری، سرماخوردگی به کنار، سرما رو حساب کن شما، بارون رو بهش اضافه کن. بنا بود گروه بره 20 روزه برگرده، 3 ماه تو اتریش اتراق میکنن که کارو بگیرن. 20 روز میشه 3 ماه. چرا 3 ماه طول میکشه؟ 3 روز بارون میومده، 3 روز هوا آفتابی بوده و گروه مجبور بوده چیکار کنه؟ روزایی که بارون میومده سکانس های داخلی بگیره، مثلا اتاق مادر مقدس توی صومعه رو فیلم برداری میکردن که لوکیشن هم یکی از استودیوهای سالزبورگ بود، توی یک استودیویی گرفته شد اون اتاق مادر مقدس، یا توی یک هتل بوده، دکور زده بودن توی یک هتل. و چرا، اینم جالبه بگم، چرا این صومعه رو توی هتل گرفتن یا توی استودیو گرفتن؟ مجبور بودن، اجازه بهشون داده نشد برن تو خود صومعه 1200 ساله نیورنبرگ سالزبورگ، نمیذاشتن برن. تنها اجازه‌ای که به گروه داده شد این بود که آقا محوطه رو میتونی استفاده کنی، محوطه بیرونی، داخل نه، شرمندم. اینه که مجبور شدن برن دکور بزنن. الباقی صحنه‌های صومعه هم وقتی برگشتن هالیوود در استودیوی فاکس دکور زده شد و اونجا در واقع فیلم برداری شد. خب اجازه بدید قبل از ادامه یه نکته از پشت صحنه یه کار بگم جالبه. پیش از این عرض کردم پلامر کلن خیلی علاقه به آثار فاخر داشت و از اونجایی که تقریبا همه ی عوامل، یا میشه گفت تعداد زیادی از عوامل فیلم برای دیزنی کار میکردن، یعنی سابقه کار دیزنی داشتن، در واقع اغلب عوامل اصلا چیز بودن، همون عوامل فیلم مری پاپینز بودن دیگه، خصوصا خود جولی اندروز که تو مری پاپینز کار کرده بود، بازی کرده بود. نتیجه چی بود حالا؟ پلامر کلن رابطه خوبی با هیچ کس نداشت، خودشو بالاتر میدید، مخصوصا با اندروز. اوایل کار اصلا رابطه نداشت، متلک مینداخت بهش، میگفت خانم دیزنی پشت صحنه کار. بعدها یه مصاحبه ای داره میگه اندروز کلن آدم مغروری بود به نظر من، کلش به قرمه سبزی میداد، دلیلش این چیزا بود. البته بعدا با هم خوب شدن. اینم جالبه بگیم، نقش لیزل که دختر خانواده بود تو دنیای واقعی کلن 13 سال اختلاف سنی داشت با پلامر که نقش پدرش بازی میکرد. خب برگردیم به روند فیلم برداری، در واقع ادامه روند فیلم برداری در سالزبورگ و گرفتاریاش. یکی دیگه از سکانس های اجرای خانواده وانتراب کجا بوده؟ در یک سالونی در فضای باز. و جالبه اینجایی که رفتن فیلم برداری کردن توی این سالون، واقعا جایی بوده که خانواده واقعی وانتراب اونجا اجرا کرده بودن. یا بعد از این سکانس میرن آهنگ دورمی رو فیلم برداری کنن که تقریبا از تصاویر کل شهر سالزبورگ بوده دیگه.
رابرت وایز یه خاطره با مزه داره، بعدن یه مصاحبه میکنه، میگه همونطور که میدونید عمدتاً در کارهای موزیکال یه پلی بکی تو صحنه پخش میشه که خواننده باش بخونه، یعنی لیپسینگ کنه، آهنگ پخش میشه، لب میزنه خواننده، حالا میرقصه کار دیگری. مردم شهر سالزبورگ تعجب کرده بودن از اینکه یه آهنگی داره پخش میشه، کل شهر جمع شده بودن ببینن این آهنگ از کجا داره پخش میشه. نتیجه بسیار سخت بوده گرفتن این سکانس و عملاً این سکانس با کل مردم شهر فیلمبرداری شد. بعد از آهنگ دورمی هم میرن آهنگ من اعتماد به نفس دارم رو فیلمبرداری کنن که اونم تو سالزبورگ بوده دیگه. یه اتفاق جالب داره این آهنگ، زمان فیلمبرداری این آهنگ و سکانساش ماریا وانتراپ واقعی میاد سر صحنه فیلمبرداری، خیلی بامزه است. برای اولین بار ماریای واقعی و ماریای فیلم یعنی جولی اندروز اونجا ملاقات میکنن. حتی تو صحنه های ضبط شده فیلم چند تا تصویر از ماریا، چند تا پلان از ماریای واقعی وجود داره. خب بعد از این سکانس های موزیکال نوبت میرسه به فیلمبرداری نماهای خارجی خونه وانتراپ تو سالزبورگ. برای زیبایی بیشتر که بخوان این خونه و شکوهمندی رو در واقع نشون بدن، دو مکان متفاوت انتخاب میشه، استفاده میشه. یعنی اون خونه عملا دو جای مختلفه ما داریم در فیلم میبینیم. یکیش کاخ فرونبرگ بود که این کاخ مال قرن 17 میلادیه و از کدوم قسمت دارم صحبت میکنم؟ همون نمای اولیه‌ای که بعد از شعر من اعتماد به نفس دارم ماریا باش روبرو میشه، در واقع داره از پشت در ورودی به حیات کاخ نگاه میکنه. یا از سکانس های دیگه‌ای که تو این حیات کاخ گرفته شده صحبت کنیم، اون سکانس برگشتن در واقع وانتراپ و ماریا از ماه عسل که کاپیتان پرچم نازی ها رو هم پاره میکنه، اونم تو حیات اون کاخ فیلمبرداری شده. یه سکانس دیگه هم دارن، شبونه دارن ماشین رو هل میدن از کشور فرار کنن، اونم دوباره تو حیات همین کاخ فیلمبرداری شده. خب اون حیات کاخی که گفتیم نمای جلوی خونه بود، نمای عقب خونه رو کجا گرفتن، کجا فیلمبرداری کردن؟ کاخی به نام شلوس لیو پولسکرون، مثلا اسم عجیبی هم داره. از 1947 میلادی اینجا محلی است برای برگزاری سمینارهای جهانی در سالزبورگ. سکانسایی هم که اونجا گرفتن مثال بزنیم، اولین باری که بارونس و کاپیتان رو با هم می‌بینیم در فیلم، یا جایی که ماریا و بچه‌ها از قایق می‌افتن تو دریاچه، اینها اونجا گرفته شده، توی این کاخ گرفته شده. یه نکته هم درباره این سکانس بگیم، کیم کاراس که نقش گرتل رو بازی میکنه، کوچکترین فرزند خانواده، شنا بلد نبوده، بچه بوده دیگه، تو این سکانس که قایق میافتن به جولی اندروز میگن این شنا بلد نیست، تو هم به عنوان مادر منطق داره، میافتی اینو بگیر نگهدار که ما کارو بگیریم. یه خاطره خطرناکی که این فیلم داره همینه، اولین باری که قایق برمیگرده نزدیک بود این بچه خفه شه، واقعا غرق بشه، خدا رو شکر این اتفاق نمیفته. در واقع اندروز از یه سمت قایق پرت میشه ناخودآگاه، این بچه از یه سمت دیگه که حالا سری عوامل میپرن بچه رو نجات میدن، اتفاقی خدا رو شکر نمیفته، دوباره این صحنه گرفته میشه. خانم اندروز بارها در سالهای مختلف همیشه این رو تو مصاحبهاش گفته که یکی از عذاب وجدانهایی که من دارم اینه که نتونستم از کاراس محافظت کنم. حالا منظورش توی اون سکانس، و اجازه بدید اینجا از آلاچیق شیشه معروف فیلمم صحبت کنیم که مثلا صحنه رقص لیزل و روولف رو توش گرفتن، یا صحنه های عاشقانه کاپیتان و ماریا رو توی این در واقع آلاچیق گرفتن. این آلاچیق تو همین کاخی است که ازش صحبت کردیم و بسیارم آلاچیق معروفی هم شد، مخصوصا بعد از این فیلم. البته این فیلم دو تا آلاچیق داشت برای فیلمبرداری، یکیش همینی بود که عرض کردم، دومیش تو استودیوی فاکس با ابعاد بزرگتر میسازن که ما در واقع تو فیلم صحنه هایی که داریم توی آلاچیق رو میبینیم تو استودیوی فاکس گرفتن فیلمبرداری رو، صحنه هایی که از بیرون داریم میبینیم آلاچیق واقعیه که توی این کاخ وجود داره.
چهارم جوان 1964 میلادی دو تا از مهمترین و به یاد موندنی ترین صحنه های این فیلم اشک‌ها و لبخند ها فیلمبرداری میشه. از کدوم ها صحبت میکنیم؟ یکیش صحنه ابتدایی فیلمه که ماریا بالای تپه وایستاده در حال آواز خوندن، خیلی هم جذابه و به یاد موندنی این صحنه. و جالبه اینم بگیم این صحنه رو با هلیکوپتر تقریبا 8-9 بار فیلمبرداری میکنن. بعدها جولی اندروز یه مصاحبه داره میگه از هلیکوپتر میترسیدم، اصلا سخت بود برام این صحنه رو بازی کنم. در صورتی که حالا خیلی هم مشخص است این ترس توانمندیشه. چرا میترسیده اینم بگم، میگه چون فقط خودم بودم، تنها بودم، عواملم دور بودن، دیده نشن، بیشتر میترسیدم. اینم ترس بامزه‌ایه. و دقیقاً این سکانسو که میگیرن سکانس آخر فیلمم میرن میگیرن، اول و آخر فیلمو تقریبا با هم میگیرن، هر دو هم به یاد موندنی. کدوم سکانس رو عرض میکنم؟ لحظه ای که تمام خانواده بانتراب دارن از کوه میرن بالا که از مرز فرار کنن. این سکانس، یعنی سکانس پایانی، البته پایانی در اتریش و در واقع فیلم برداری در اتریش، اینا هر دو تو باواریا گرفته شد. سکانس اول تو تپه باواریاست، سکانس دومم تو تپه های باواریاست، جاشون فرق میکنه. به هر حال فیلم برداری خارج از هالیوود تمام میشه، همه عوامل برمیگردن غیر از جولی اندروز که بمونه. موسیقی ابتدایی فیلمو که اسمش هم هست تپه ها زنده هستند و فیلم برداری. تو این تایمی که گروه برن فیلم برداری کنن، در واقع کارهای اتریش تمام بشه، تو استودیوی فاکس و هالیوود خبرایی بود. طراح صحنه معروف یعنی بوریس لیون که قبلا با کارگردان کار وایز کار کرده بود، تو داستان وست سایدم این همکاری شکل گرفته بود، میاد چیکار میکنه؟ طراحی صحنه فیلمو انجام میده. طراح صحنه اشک و لبخندها بوریس لیون هست. و چطور صحنه رو طراحی میکنه؟ تو استیج شماره 15 فاکس از عکس ها و فیلم های اتریش کمک میگیره و اون خونه وانتراب ها رو طراحی میکنه، یه خونه بزرگ و شکوهمند. یعنی نمای داخلی خونه رو تو استودیو در استیج شماره 15 فاکس طراحی میکنه. ما تو فیلم تمام اتفاقات توی خونه رو وقتی میبینیم تو این استودیو فیلم برداری شده. نمایش معروف عروسکی همخونی لیزل و ماریا برای آهنگ 16 ساله‌ای که میخواد 17 ساله بشه، یا آهنگ خیلی طولانی خداحافظ، بازم از آهنگا بگیم آهنگ گل یخ به طور مثال که البته آخرین سکانس فیلم برداری هم بوده، همه اینا توی استیج 15 و در این استودیویی که طراحی صحنه درش انجام شد فیلم برداری شده. و اجازه بدید این رو هم اینجا اضافه کنم، آهنگ گل یخ اصلا تو اتریش وجود خارجی نداشته تو اصل داستان. بعد از تئاتر موزیکال منهتن که گفتیم خیلی تئاتر موفقی هم بود، میان به فیلمنامه اضافهش میکنن این آهنگو. یعنی توی اون تئاتر موزیکال اختراع میشه برای اولین بار، شعرش سروده میشه، اجرا میشه، خیلی ازش استقبال میشه، تو فیلمنامه ازش استفاده میکنن. سه بارم توی فیلم ازش استفاده شده، یک المانی است در واقع از دلتنگی و قصه که بسیار جذاب هم بود. یه نکته جالب درباره رقص معروف ماریا و کاپیتان بگیم تو فیلم که یکی از سکانس های معروف فیلم اشک و لبخند هم همین سکانسه. قبلا هم گفتیم دیگه جولی اندروز که بازیگر نقش ماریا بود قبلا توی فیلم مری پاپینز بازی کرده بود برای دیزنی. یه نکته جالبی هست، طراحان رقص این دوتا کار یعنی هم اون فیلم هم اشک و لبخند ها یکی بوده، یه زن و شوهر دوست داشتنی گوگولی که اسمشون هم دیدی وود و مارک بروک بود، راه رقص هر دو تا کار بودن. این آقای بروکی هم که عرض کردم قبلا دستیار جروم رابینز بود که دست بر قضا این آقای رابینز هم طراح رقص داستان وست ساید بوده، یه تیم خیلی کامل و جذاب و با تجربه شدن. نهایتاً چیکار میکنه آقای بروک؟ خودش هم که تجربیات جدی داشته، هم طراحی داشته پیش از این و تجربه با در واقع آدم‌های مختلف، میاد از رقص محلی اتریشی کمک میگیره و یک طراحی جذاب میکنه برای رقص ماریا و کاپیتان تو این صحنه‌ای که می‌بینیم، بسیار هم جذاب شد در اشک‌ها و لبخندها. اینم اضافه بکنیم اون رقصی که می‌بینیم نوعی رقص سنتی است، یعنی فولکلور اتریشی است به نام لندر، عملاً ترکیبی از اون رقص و تجربیات این زن و شوهری که عرض کردم. و این رقص لندر در واقع نازوکشین فقط اتریشی نیست، یه رقص محلی اتریشی آلمانیه
خیلی چیز جذابی است واقعا. در واقع اینو میخوام بگم که پشت صحنه یک کار موزیکال واقعا اتفاقات بزرگ و سختی میفته. اینه که اشک و لبخندها به وجود میاد، برای چندین نسل در دل در واقع آدمها جا خوش میکنه و یه جورایی برای همه تبدیل به خاطره میشه. یه مثال دیگه بزنم، حتی موسیقیدانهای بزرگی مثل موزارت برای این مدل رقصها آهنگ ساختن، برای رقصهای محلی و فولکلور. همین رقص لندری که ازش صحبت کردیم که یک رقص آلمانی اتریشی است، یه رقص دو نفر است که هر دو رقصنده، قطعا جاهای مختلف دیدید خیلی قدیمیه، هر دو رقصنده بازوهاشون رو قفل میکنن تو هم، شروع میکنن رقصیدن و چرخیدن. در واقع یک کار تاریخیه. به هر حال اینم سکانس معروف رقص کاپیتان و ماریا و داستانهاش. اینم اضافه کنم، این سکانس رقص کاپیتان و ماریا تو همون استودیوی شماره 15 فاکس فیلمبرداری شد. و آها، اینم یادم اومد اضافه کنم، هی دارم اضافه میکنم، آخرین سکانسی که در اشک و لبخندها فیلمبرداری شده اون سکانس آلاچیق شیشه‌ای ماریا و کاپیتانه. این آخرین سکانس این فیلم بود و بعد از کات دادن فیلمبردار و کارگردان در واقع همه برای هم دست زدن و این اثر تاریخی تمام شد، البته فیلم برداریش. خب فیلم برداری تمام شد، تدوین شروع شد و به پایان رسید و دوم مارس 1965 روز موعود فرا رسید و این فیلم در آمریکا اکران شد. بالاخره البته با کم لطفی میشه گفت اکران شد. نه خانواده وان تراپ دعوت شدند برای افتتاحیه این فیلم که خب از روز زندگی این بندگان خدا ساخته شد، و نه حتی خود ماریا تنهایی اصل کاری و نقش در واقع اصلی این فیلم در واقعیت، هیچ کدوم دعوت نشدن. ضمن اینکه بعدها این کم لطفی گویا بیشترم شده. خانم ماریا زمانی که اون کتاب رو امتیاز ساختش رو در واقع میفروشه شرط میکنه اخلاقی، میگه آقا تحریف نکنید داستان رو، لطفا وفادار باشید. اما فیلم که اکران میشه میبینه تحریفات زیادی در داستان ایجاد شده. به همین جهت ابتدای این اپیزود بنده داستان واقعی این خانواده رو تعریف کردم که اگر این فیلمو مجدداً دیدید متوجه تفاوت‌های داستان واقعی و فیلمنامه بشید. مثال بزنیم از تفاوت‌ها. یکیش این که کاپیتانی که ما در فیلم می‌بینیم آدم خشک و مستبدی به نظر می‌رسه، اما کاپیتان دنیای واقعی آدم خشک و مستبدی نبوده، اتفاقاً خیلی خانواده دوست بوده و مهربان. ضمن اینکه ازدواج ماریا و کاپیتان مال اون موقع نیست، مال 10 سال قبل از ورود نازی‌ها به خاک اتریش در واقعیت. و اون پدر روحانی هم که عرض کردم خانواده میره پیششون آواز میخونن، میره پیششون آواز یاد میگیرن، کمکشون میکنه بسیار در معروف شدن اونها قبل از اینکه مجبور به در واقع مهاجرت بشن، و همون هم در واقع باعث شد در رادیو شنیده بشن، صدر اعظم اتریش دعوتشون کنه بیان ویان اجرا کنن و و و. اون هم از داستان حذف کرده بودن در فیلم، اون پدر روحانی رو که بسیار نقش مهمی در زندگی در واقع خانواده داشت. گرچه بعدن اینم یادم اومد، بد نیست اضافه بکنم، یه شوی تلویزیونی یه بار در واقع بود، خانم جولی اندروز دعوت شد بازیگر نقش ماریا، خود ماریا وان تراپ هم دعوت کردن، و عملا جولیا اندروز یعنی ماریایی در فیلم سعی کرد از دل ماریای دنیای حقیقی در بیاره دلخوری های. خب اجازه بدید برگردیم به اکران فیلم و اتفاقاتش. آوای موسیقی یا در واقع چیزی که ما در ایران بیشتر میشناسیم اشک ها و لبخند ها، همون سال اکرانش بسیار فروخت و کم کم رکورد برباد رفترم زد. برای 5 سال این فیلم پرفروشترین فیلم هالیوود میشه و این رکورد رکورد جذابی است و رکورد برباد رفته رو عرض کردم زد فیلم اشک ها و لبخند ها. اواخر همون سال، در واقع همون سال اکرانش، تو 10 رشته کاندیدای اسکار شد فیلم اشک و لبخندها. 5 رشته هم برنده شد: کارگردانی، تدوین، بهترین فیلم، بهترین صداگذاری و بهترین موسیقی متن. اینها رشته هایی است که اسکار رو برنده شد، آوای موسیقی یا اشک و لبخندها. یه خاطره کوتاه هم بگم، روز اهدای جوایز اسکار رابرت وایز نبود کارگردان کار، جایزه شو جولی اندروز رفت بالا، به نیابت از او رفت جایزه رو گرفت اسکار رو. چرا؟ آقای وایز تو چین داشت دانه های شن
رو کارگردانی میکرد میساخت همزمان با مراسم اسکار. اینم بد نبود خاطره بازی کنم. ضمن اینکه وایزم نمیدونست جایزه رو گرفته، میان بهش خبر میدن که آقا اسکار رو گرفتی، فلانی رفت گرفت، اونم تو چین میگه کات، عشق و حال. The winner is Robert Wise, Sound of Music. آوازه اشک‌ها و لبخندها کم کم مرزها رو در نبردید، از آمریکا عبور کرد. این فیلم تو بیش از 20 کشور در دنیا رکورد باکس آفیس رو میزنه. البته اینم جذاب بگم، به خاطر نسخه های اقتباسی قبلیش که دو نسخه آلمانی اول ساخته شد عرض کردم، تو آلمان خیلی استقبال نمیشه ازش. طبیعی هم بود، نوع فرهنگ مردمان آلمان این شکلی هست، میگن مال خودمون قطعا بهتره. عملا اون نسخه های آلمانی که در دهه 1950 ساخته شد رو اونا مردمان آلمان ترجیحش دادن. این هم یادم اومد جالبه بگم، یه دلیل دیگه هم داشت که مردمان آلمان استقبال نکردند. یک سوم پایانی فیلمو سانسور کرده بودن آلمانیا با جاش، یعنی از لحظه ورود نازی ها به بعدو نمیدیدیم در نسخه ای که در آلمان نمایش داده میشد. خب داداش کلن فیلمو زدی سر و تن نداره، معلومه فروش نمیکنه. بریم سراغ تهیه کننده کار، کمپانی فاکس، که از فروش آوای موسیقی یا همون اشکا و لبخندها به شدت خوشحال بود. خیلی هم دوست داشت شادیشو، در واقع شادیشو از این موفقیت با مردم دنیا تقسیم کنه. چی کار میکنه؟ نسخه آمریکایی فیلم که ترکیبی است از فرهنگ آمریکا و اتریش، این رو به نمایش در میاره و به الباقی نقاط دنیا هم پیشنهاد میکنه که آقا من اجازه میدم فیلممو دوبله کنید، اگرم میخواید با فرهنگ خودتون تطبیق بدید. به چند زبانم دوبله میشه در نهایت بر اساس خواستگاه فرهنگی هر کشور این اتفاق میفته. منظورم از دوبله نکته خاصش هم هست، آهنگ ها یه کار موزیکال بود، دوبله یه کار موزیکال متفاوته و کار سختیه. بر اساس فرهنگی کشور باید آهنگسازی بشه، سروده بشه حتی، و اتفاقاتی از این دست. و این اتفاق میفته، بازخونی میشه آهنگا در کشورهای مختلف و یه چیز جدید دوباره یادم اومد، مدام داره یادم میاد. فقط تو ایران اسم کار رو عوض نمیکنن، این نیست که فقط تو ایران اشک و لبخندها بشه، بر اساس فرهنگ هر کشور ممکنه این اتفاق بیفته. کلا مثلا آوای موسیقی در فرانسه بود ملودی در شادی، تو پرتغال اسمشو گذاشتن موسیقی در قلب، یا اسپانیا اسم شبیه همین اشک و لبخندهایی است که در ایران گذاشته شد. در واقع این مسئله چیزی است طبیعی در فرهنگ های مختلف. و اما برسیم به ماجرای دوبله این فیلم در ایران. به واقع یکی از بی‌نظیرترین دوبله های جهان رو داره این فیلم در زبان فارسی، این رو ادعا میکنم و این ادعا قابل اثبات هم است با فکت های مختلف. آوای موسیقی یا اشکا و لبخند ها خوشبختانه البته خدا رو شکر تو بهترین زمان خودش وارد ایران میشه. چرا؟ زمانی وارد میشه این فیلم که صنعت دوبلاژ ما سالهای طلایی خودش رو طی کرده. البته که امروز هم واقعا دوبله ما، گویندگان دوبلاژ ما بسیار توانمندن، چون همکاران بنده هم هستن عرض ادب دارم، به واقع دست بوسشون هستم. اما همکاران بنده هم امروز تایید می‌فرمایند که سالهایی در ایران سالهای طلایی دوبله بود. از چه سالی دارم صحبت می‌کنم؟ دهه 40 حتی دهه 50 تا حد حدودی. به هر حال این فیلم اوایل 1345 میاد ایران، به پدر دوبله ایران اون زمان پیشنهاد میشه که بیا مدیریت دوبلاژ رو شما بپذیر، استاد علی کسمایی. مدیریت دوبلاژ این کار رو به عهده میگیره و قطعاً چیزی جز این انتظار نمی‌رفت. آقای کسمایی روحش در آرامش باشه، کسی است که مدیریت دوبلاژ شاهکارهایی رو در کار رامش داره، مثل هزار دستان، سوت دلان و حتی فیلم بانوی زیبای من. ایشون در کارنامه این فیلم ها رو داره با اون توانمندی و کیفیت. به هر حال قرار میشه در استودیوی دوبلاژ دماوند که مدیریتش هم روحشون در آرامش باشه باز هم روبیک گریگوریان بزرگ مدیریت اون استودیو رو داشتند، بنا میشه اونجا دوبله انجام میشه. ترجمه کارو کی انجام میده؟ فیروز فلاحتی، از مترجمان بی‌نظیر باز صنعت دوبلاژ. اصلا تیمو ببینید، اسم هر کیو میاری باید قشنگ یه قسمت دربارش صحبت بشه، گرچه
بنده به دوبلاژ میرسم کلن هیجان زده میشم، چون از نظر بنده یکی از کارهای بی‌نظیر در این دنیا و یکی از شانس‌های این بنده کمترین اینه که در صنعت دوبلاژ فعالیت دارم. به هر حال اون زمان فیروز فلاحتی بزرگ ترجمه کار رو انجام میده و یک ابرقدرت دیگه وارد کار میشه برای ترانه‌سرایی، استاد کریم فکور. قشنگ یه قسمت میشه درباره ایشون صحبت کرد. چرا؟ فقط مثال بزنم یه دونه، الهه ناز که غلام حسین بنان، استاد بنان به زیبایی خوندن، سروده کریم فکوره. آقای علی کسمایی همون ابتدای کار شعرهای فیلمو که ترجمه شده بود میده به کریم فکور و کریم فکور هم شعرهایی در وزن و حس و حال فیلم اشکا و لبخندها با توجه به فرهنگ ایران زمین مینویسه و درخشان هم مینویسه. برسیم به اساتیدی که صداشون ماندگار شد بر لوح تاریخ دوبلاژ ایران زمین. بانو ژاله کاظمی، کسی که تو کارنامه‌اش به جای بزرگانی مثل الیزابت تیلور صحبت کرده در فیلم چه کسی از ویرجینیا وولف میترسید، یا ویویان لی رو جاش صحبت کرده بانو ژاله کاظمی در اتوبوسی به نام هوس. حتی سالهای آخر عمرشون این استاد بزرگوار جای نیکول کیدمن صحبت کردن. به هر حال ایشون از همون ابتدای کار گویندگی صدای ماریا رو به عهده میگیره، نقش اول این فیلم، و واقعا نگاه کنیم اون بالا و پایین های حسی، احساسات خود جولی اندروز و عملا احساسات اون کاراکتر و ماریا رو چقدر زیبا درآورده استاد بانو ژاله کاظمی. و قشنگ با اون لحن دلنشین ما احساس میکنیم تمام احساسات اون کاراکتر و اون فضا رو در واقع داریم از نزدیک لمس میکنیم. بنده ادعا میکنم بانو ژاله کاظمی قدرتی دو برابر داد به نمایش این فیلم، به نمایش و بازی جولی اندروز. یک مثال بزنم فقط، با این نگاه به این سکانس نگاه کنیم، برخورد اول ماریا با کاپیتان توی این فیلم نگاه بکنیم، با یه لحن خشکی میگه اطاعت سرکار. نقطه مقابلم ببینیم، جایی که تو اتاقه و بعد از رقص کاپیتانه، اینی که عرض میکنم با یه صدای لرزون و از روی ترس با بارونس داره صحبت میکنه. این دوتا واویل آدمو میخکوب میکنه. البته فقط به عنوان مثال، تمام فیلم با صدای بانو استاد ژاله کاظمی بی نظیر بود. روحشون هر جا هست در آرامش. کمک کنم بچه ها برای مادر جدیدشون آماده بشن. امیدوارم به لطف تو این خانواده خوشبخت بشن. صدای کاپیتان برای کدامین استاد است؟ ابوالحسن تهامی نژاد که اون موقع 27 سال سن داشت کلن و قبل از این فیلم هم جالبه برای بانوی زیبای من رد شد صداش و توانمندیش. ایشون توسط علی کسمایی بزرگ انتخاب میشه و از همون روز اولم انتخاب میشه، یعنی تهامی نژاد میاد کاپیتان رو میگه. توانمندی رو شما ببین، کاپیتان تو فیلم یه آدم 50 سال است، تهامی نژاد 27 سالش بود. تو خاطراتش هست، تو خاطرات استاد ابوالحسن تهامی نژاد هست، میگه برای اینکه خسته و کهنه طور به نظر برسه صدام و طبیعی باشه، ساعت‌های متوالی قبل از اینکه برم استودیو خودم رو خسته میکردم، کلن پیاده میرفتم میومدم که اصلا اساساً خسته شم و صدا ناخودآگاه اون خستگی و خش درش ایجاد بشه. یه خاطره دیگه هم داره ایشون، جای دیگه گفته خیلی جذابه، آقای استاد تهامی نژاد سر این کار میرفته، میدیده خوب نیست، خوب نمیگه، ادامه نمیداده، عذرخواهی میکرد از آقای کسمایی، میگفتم برم خودم رو خسته کنم، رو خودم کار کنم، دوباره بیام بگم. این نسل طلایی دوبلاژ ایران. شما باید به بچه‌ها در انجام تکالیفشون کمک کنید. من اجازه نمیدم که در خواب و خیال تعطیلات تابستانی باشن. هر روز بعد از ظهر میرم بیرون در هوای آزاد نفس عمیق. من یه نکته رو قبل از ادامه عرض کنم، چرا به دوبلاژ مفصل میپردازم؟ فیلم هایی مثل اشک‌ها و لبخندها و اساساً فیلم های اون دوره، حتی دهه های اخیر که دوبله میشه، واقعا دیده باید بشه توانمندی دوبلاژ و تأثیری که دوبلاژ داره. گوینده ها باید ازشون تقدیر بشه، روح میده به فیلم دوبلاژ. به همین جهته که اجازه بدید ادای دین کنم به گویندگان دوبلاژ این مرزوبون. به هر حال این دو نفر رو گفتیم، ماریا و کاپیتان. نقش لیزل رو زهره شکوفنده گفته.
صدای استاد زهره شکوفنده رو میشنویم و بی نظیر در صدا و توانمندی. واویلا هرچی بگم کم گفتم. از کارنامهش بگم، یه مقدار سوت دلان رو تو کارنامه داره، به جای فخری خوروش صحبت کرد توی اون فیلم. در این فیلم هم در اشکا و لبخندها میاد زهره شکوفنده و بی نظیر عمل میکنه. لیزل رو برای ما میگه. من بیرون داشتم قدم میزدم، ولی یه نفر زودتر از وقت این درو رو بست. من نمیخواستم کسی رو بیدار کنم، وقتی دیدم پنجره شما بازه. برای نقش بارونس رفعت هاشمپور انتخاب میشه که قبل از اون دوبله شخصیت اسکارلتو داشت، یه شاهکار بی‌نظیر در برباد رفته. اونجا هم صدای این استاد بزرگوار رو میشنویم. و کیست رفعت هاشمپور؟ به واقع کسی است، استادی است که دقیقاً میتونه مثل بارونس هم عشق هم نفرت رو در آن واحد با هجای درست، بیان درست، بالا و پایین‌های درست به نمایش بذاره. و چقدر توانمند دانه این کار را انجام. باید با آشپز صحبت کنم کمتر شنیسل درست کنه. خیلی خوشمزه است، من زیاد میخورم چاق میشم. بنده به عمد اجازه میدم سکوتی در بگیره تا صدای این اساتید و حضرات رو بشنویم. شخصیت بعدی رو صحبت کنیم. مکس رو خسرو خسروشاهی، استاد خسرو خسروشاهی گفتند که قلبا آرزو میکنم همواره سلامت باشن. چند روز پیشم تولد ایشون بود. از طرف تیم مورخ تبریک گو هستیم سال روز میلاد ایشون رو. بنده واقعا دست بوسه این استاد بزرگ هستم. امید که سالهای سال سایه‌شون بر سر دوبلاژ این مرزبون بماند که ما کم داریم از خسرو خسروشاهی ها، واقعا کم داریم. برای دوستانی که شاید کمتر در جریان باشن، استاد خسروشاهی رو ما به عنوان گوینده آلندلون شاید بیشتر به یاد بیاریم، صدای زیباشون رو و توانمندیشون رو. اما در اشکا و لبخندها مکس زاده استاد خسرو خسروشاهی. روز آینده باید در این منطقه دست به اکتشاف بزنم. در محل یک دسته کوچک آوازخوان منتظرن که مکس دتفایلر بیاد اونها را کشف کنه. استاد بعدی ناهید امیریان بی‌نظیر. ما قطعا به خاطر پینوکیو شاید بیشتر به یاد بیاریم ایشون رو، یا سندباد. اما در این فیلم در اشکا و لبخندها نه تنها دوبله گرتل رو انجام دادن ایشون، صدای گرتل اون کوچکترین فرزند خانواده، بلکه خوانندگی آوازهای گرتل هم باز کار خودشونه و ایشون قبول میکنه. و ببینیم چه کردن. یه چیزی هم بگم عجیبه، یادم اومد چند سالشون بوده به نظر شما ناهید امیریان زمانی که این کارو دوبله گفته و خونده، نشسته پشت میکروفون، بعدم خوانندگی کرده، آواز خونده؟ 11 سالش بوده ناهید امیریان. قبل از اینکه نفر بعدی رو معرفی کنم، اینم بگم که یکی از خاطرات زیبای استاد ناهید امیریان همین اشکا و لبخند هاست. خود ایشون بارها گفتن که هم اون زمان هم الان بارها و بارها این فیلمو دیدن، میبینن و ایش از دوران خوش زندگیشون بوده اون دوران. در نهایت نقش بعدی دوست پسر لیزل، مهدی آژیر گفته دوست پسر لیزل. چرا نگم؟ آخه پدرت خب اتریشیه. ما همه اتریشیه. بعضی ها میگن ما باید جزء آلمان بشیم. خسرو شکوفنده و شهرام شکوفنده هم دو پسر نوجوان خانواده رو گفتند و بسیار هم زیبا گفت. نترسیدیم؟ نه، ما میخواستیم مطمئن بشیم که شما نترسیدیم. تو خیلی با فکری فردریک. و نفر بعد منیژه نوید. او هم بسیار توانمند عمل کرد. و چرا میگم توانمند عمل کرد؟ دو نقشو گفت. دو تا از دخترای خانواده رو خانم نوید گفتن و کاملا هم متفاوت گفتن، در بیان، در ریتم، در تمپو، در همه چی، جنس صدا. بسیار نکات دیگه هم هست که در این مقال نمی گنجد. توانمندی ایشون رو ببینیم و بشنویم. هر روز میتونیم این کار رو بکنیم؟ فکر نمی‌کنید دود ازشون خسته بشه؟ چرا فکر میکنم؟ یه در نهایت شهین صحت نژاد هم دیگر دختر خانواده رو دوبلشون رو در واقع گفتن و بسیار جذاب اجرا کردند و این کست دوبلاژ اشکا و لبخندها بود. قبل از اینکه ایشون رو بشنویم یه نکته رو عرض بکنم، اینکه در این فیلم من الزاماً به دوبلاژ پرداختم به واسطه اهمیتش و بسیار بی‌نظیر بودن اشکا و لبخندها بود، ضمن اینکه بسیار ارادت خاصی هم دارم به دوبلاژ در واقع ایران زمین. نکته‌ای که میخوام درباره‌اش صحبت کنم و در واقع از شما نظر بپرسم این هست که آیا علاقه
علاقمند هستید در فیلم ها این رویه رو داشته باشیم و از فیلمی که صحبت میکنیم درباره دوبلش هم صحبت بکنیم که چه اساتیدی در واقع دوبله کردن اون کار رو و ما صدای چه کسانی رو داریم میشنویم. اگر علاقمند بودید لطفاً برای ما بنویسید، خواهیم دید، با افتخار انجام وظیفه خواهیم کرد. من نمیفهمم بچه های خوبی مثل شما چطور ممکن از این حقه ها به کسی بزن؟ خیلی آسونه. چرا حقه میزنید؟ آخه میخوایم توجه پدر رو جلب کنیم. درست. هنوز تموم نشده بحث دوبله کامل این فیلم. عرض کردم یکی از پروژه های بی نظیر دوبلاژ ایران زمینه، اگر بخوایم مثال بیاریم به معنی واقعی، چرا که یک کار موزیکال اونم به این شکل باید شعر سروده بشه، آهنگ ساخته بشه، ترجمه شه، دوبلش بسیار کار سختی است، اما از پسش بسیار خوب برآمدند. عنایت رضایی رئیس اون موقع اپرای تهران یه سری از هنرجوهای در واقع هنر موسیقی رو دور هم جمع میکنه که بیان با هم شعرهای فیلمو بخونن، اون قسمتایی که موزیکال میشه. تورج نگهبان میشه سرپرست اینها، تمرین ها زیر نظر تورج نگهبان انجام میشه و این پروسه هم توی استودیوی وزارت فرهنگ و هنر اون زمان انجام میشه. چرا؟ بتونن راحت تمرین کنن. بزرگ باشه استودیوی دماوند، خب استودیوی کوچکتری بوده، استودیوی دوبلاژ بوده. اون استودیوی وزارت فرهنگ و هنر یه استودیوی بزرگ برای ضبط موسیقی، ضبط در واقع موسیقی کنسرتور و چیزهایی از این دست بوده، بسیار جای مناسبی بوده برای این کار و نتیجه هم داد. کیا خوندن این شعرها رو؟ این رو من تو پرانتز بگم، دوبلاژ و آوازخوانی دو هنر کاملا متفاوته دیگه، یعنی دوبلاژ رو کسانی انجام دادند، آوازها رو کسان دیگری خواندند. تو صدر آوازخوانهای اشک و لبخندها حالا میتونیم به سودابه صفاییه اشاره کنیم که آوازهایی که نقش ماریا میخونه رو ایشون زحمتش رو کشیده و چقدر هم توانمند و زیبا اجرا کرده. رشید وطن دوست هم آوازهای نقش کاپیتان رو خونده. اینجاست که میگم حیف به این اسامی اشاره نشه، ازشون تقدیر نشه، چون قطعا کمتر شاید ببینیم یا حوصله کنیم تیتراژ یک کار رو کامل ببینیم که چه کسانی زحمت کشیدند. نازیلا زند کریمی هم به جای لیزل آوازها رو خونده در اشکا و لبخندها. در نهایت سیمین قدیری، آزیتا آزرمی، نسرین آزرمی، شمسی شادمند، اینها هم از دیگر خوانندگان توانمند این گروه کر اپرای تهران بودند. اینم یادم اومد، حیف، ببخشید، هی یادم میاد، تو نسخه دوبله شده یه فیلم اشک و لبخندها سه نوع آواز میبینیم. یعنی چی؟ یه سریاش آوازهایی که ترجمه و دوبله نشدن، مثل آوازهای اول و آخر فیلم و اون آواز مثلا از هر کوهی بالا برو که مادر روحانی میخونه توی صومعه برای قوت قلب دادن به ماریا، اینها ترجمه و دوبله کلا نشدن. چرا؟ استاد علی کسمایی مدیر دوبلاژ کار میگفت فارسی شدن یه سری از آهنگا، آوازها خوشایند نیست، اثرش از بین میره، همونجوری بعد پخش بشه و همین اتفاق هم افتاد. این یه سری آواز که ما در فیلم میبینیم، باز یادآوری کنم در نسخه دوبله شده داریم صحبت میکنیم. دومین دسته آوازها آوازهایی است که کاملا ترجمه شده و دوباره خونده شده، که این دسته تقریبا میشه گفت شامل همه آوازهایی که بچه‌های خانواده وانتراپ توش حضور داشتن، بچه‌ها میخوندن عملا. اینم دسته دوم. و دسته سوم چیه؟ اینم خیلی جذابه. مثالشو بزنم، توی آلاچیق شیشه‌ای اون آوازهایی که اونجا خونده شد یه حالتی بین دکلمه و گفتار متن اجرا شد و ما میبینیم آواز اصلی رو هم داریم زیر کلام میشنویم. اینم باز طراحی و انتخاب مدیریت دوبلاژ توانمند این کار بود. و چرا این تصمیمو گرفتند؟ انقدر آواز عاشقانه است تو زبون اصلی، وقتی ببینید که قطعا دیدید، و اگر ندیدید پیشنهاد میکنم این فرصت رو در زندگی از دست ندید، اصلا یه بار اشک و لبخندها رو ببینید. انقدر عاشقانه است این صحنه ها، آواز ها، و انقدر جذاب و دلنشینه. استاد کسمایی میگه که اگر ما این رو فارسی کنیم کار جذاب نمیشه انقدری که هست. در واقع بذاریم موسیقی رو بشنوه مخاطب زیر کلام، روش یه حالتی بین دکلمه و گفتار معنیشو بگیم که معنیش هم مخاطب در نسخه دوبله شده بفهمه و کار جذابتر بشه، و واقعا هم شد. به همین جهته که ما صدای اصلی رو میشنویم، ترجمهش هم میشنویم. اینم از سه دست آواز فیلم اشکا و لبخندها بود که حیف بود اضافهش نکنیم. پس من میباید در روزگار گذشته در دوره حسرت‌بار کودکی و در ایام غم‌انگیز جوانی خود
اجازه بدید حیفه یه نکته دیگرم در رابطه با دوبلاژ و اون نسل طلایی بگم. بی‌نظیر بودنشون سهه بذاریم روش، توانمند بودن رو سهه بذاریم. بعیده واقعا این روزها تکرار بشه. این روزها وارد سایت های مختلف فیلم میشیم، از یک فیلم میبینیم 7-8 تا تیم دوبله کرده، یه فیلم جدید میاد تو دو روز یه مثلا دوبله کامل رو انجام میدن، میکس و باند میکنن. اصلا شما ببین و حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما ببینیم اون تیم طلایی دوبلاژ ایران چه کرد. فیلم اشک و لبخندها به صورت استریوفونیک و شش باندی ضبط شده بود، یعنی باندهای حتی بیشتری استفاده شده بود به نسبت فیلمهای اون زمان. و چرا این کارو کرده بودن؟ عمق بیشتری به کار بدن، به صدا بدن، حس مخاطب رو بیشتر درگیر بکنن و طبیعی تر بشه تماشای یک فیلم موزیکال. استاد کسمایی و اون تیم دوبله میکنن کارو، هم خود کارو و هم موسیقی ها خونده میشه، میفرستن آلمان که چی بشه؟ زیر نظر کمپانی فاکس قرنبیستوم میکس و باند بشه کار و برگرده ایران برای اکران. چرا؟ که این نسخه اصلی که در آمریکا اکران شد به لحاظ کیفیت صدا، مردمان ایران زمین هم همون رو ببینن بر پرده نقره. ای دخترک ای گل نش گفته ای سرمست از رویاها. در نهایت فیلم اشک ها و لبخندها که همونطور عرض کردم اسم اصلیش آوای موسیقی بود، جمعه 4 شهریور ماه 1345 به عنوان ویژه برنامه افتتاح سینما دیاموند اکران میشه. بسیار هم مورد استقبال قرار میگیره، فروش بسیار بالایی هم داشته. و اینم جالبه بدونیم بعد از یه مدتی که از اکران فیلم میگذره، صفحه های گرامافون ترانه های فیلم، آهنگ های فیلم جدا میاد تو بازار، اونها هم فروش بسیار بالایی داشته. و از اون روز تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم، یعنی چندین و چند سال و چندین نسل، این نسخه دوبله شده رو دیدند، لذت بردند و باهاش خاطره دارن. و این هم بد نیست خدمت شما عرض کنم ترانه های این فیلم به مرور زمان در طی این چند نسلی که عرض کردم شد جزئی جدا نشدنی از فرهنگ ایران زمین. بعد از 5 دهه سال 1384 تو مجله فیلم اسفند ماه در سال 84، در اسفند 84 عملا یه نظرسنجی برگزار شد برای انتخاب دوبلوران برتر ایران زمین. در نظر بگیر 1345 این کار دوبله شد، 1384 این نظرسنجی انجام شد. این فیلم یعنی اشک و لبخندها در اون نظرسنجی شد اولین فیلم برتر هنر دوبلاژ ایران زمین. اینه که ازشون خیلی صحبت کردم و قربونشون رفتم. تازه کم بود دوبله‌ای در این فیلم انجام شد که پیوندی است بین سه فرهنگ و چقدر بی‌نظیر انجام شد. سه فرهنگ ایران، آمریکا و اتریش در این دوبلاژ قابل مشاهده است پیوندشون و بعیده تکرار بشه. چرا؟ از دست دادیم حنجره‌های طلایی رو در سال‌های اخیر که جایگزین کردنشون بعید به نظر می‌رسه. اگرچه نزدیک به 80 سال از چاپ کتاب ماریا وانتراپ میگذره و از اون زمان تا این لحظه که بنده خدمت شما هستم اقتباس های بسیاری از این اثر شده، اما کماکان اشک ها و لبخند ها بعد از 60 سال هنوز محبوب ترین و شناخته شده ترین اثر است از این بیوگرافی بی نظیر، از این کتاب ماندگار. فیلمی که نه تنها نوید بخش دوران صلح بعد از جنگ جهانی دومه، بلکه تداعی کننده ی خاطرات تلخ جنگ جهانی دوم هم هست. این فیلم با گستردگی اکران خودش، با مدل خودش، عملا یک وحدت جهانی ایجاد کرد و برای ما ایرانیان فارغ از وحدت ایجاد شده، ترانه های فارسی این فیلم و البته صدای اساتید بزرگ دوبلاژ ایران زمین رفت جزو خاطرات همیشگی و ماندگارمان. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ، پژوهش سحر زائری و تنظیم برای سینما مورخ علیرضا پور یوسف و این بنده کمترین در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در سینما مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به جادوی سینما میسپارم و میبینم اتون.